خب من سرطانی بودم، یه خونه مجردی با رفیقامون درست کرده بودیم، هر کی هر کی رو جور میکرد تو این خونه مجردی اونجا رخت خواب گناه و حسیت. و شب عاشورا هرچی زنگ زدم به رفیقام هیچ کدوم در دسترس نبودن، نه نمازی نه حسینی هیچ. گفتم اینا همش آخونده در آوردن و دوتا عرب با هم دعواشون شده و به ما چه. میگفت ماشین رو برداشت تو را چه میرفتم یه خانم یه دیدم، دختر خانم چادری داشت میرفت حسینیه. خلاصه اومدم جلو و یه اصطلاحی جوانه دارم من اصطلاح نمیگم، خلاصه سوار ماشینش کردم با هر مکافاتی که بود بردمش تو خانه مجردی. اینا مثل بیت میلرزید گریه میکرد. تو عمرم برای اولین بار به حضرت زهرا اعتماد کردم، ببینم این زهرا میخواد چیکار کنه. ما سوار ماشینش کردم اومدم نزدیک حسینیه که میخواست بره پیادش کرد. از ماشین که پیاده شد داشت گریه میکرد، ولی گریه میکرد و درو زد به هم دم شیشه، گفت ان شاء الله مادرم فاطمه دستت بگیره خدا خیره آبروی منو نبردی. میگه اومدم تو خونه شم گریه کردم. گریه های چند ساله که بغض شده بود گریه می کردم، داد می زدم. می گفت نزدیکای سحر بود، پدر مادرم از حسینیه آمدن. تا مادرم در وا کرد وارد شد تو خونه، تا نگاه من کرد اسمش رضاست، یه نگاه من کرد گفت رضا جان کجا بودی؟ گفتم چطور؟ گفت بوی حسین میدی. رضا جان بو فاطمه میدی، کجا بودی؟ افتادم دست پدر مادرم گریه. تو رو به حق این شب عاشورا منو ببخش، من کتک زدم، اشتباه کردم. بابام گریه کن، مادرم گریه کن، داداشا، خواهرا، همه خوشحال. داداش ما، پسر ما، پسرم حسینی شد. صبح عاشورا زنجیره رو برداشتم و پیرم مشکی رو پوشیدم و رفتم تو حسینی. تو حسینی که رفتم میشناختن، میدونستن من هیچ وقت اینجا نمیمدم. همه خوشحال. رئیس هیئت آدم عاقلیه، گفت آمد و خیلی خلاصه پیشونی ما رو بوسید و بغلمون کرد. رضا جان خوش آمدی، منت سر ما گذاشت.
خب منم این زنجیر میزدم آیاد او سیلیایی که به مهدی زده بودم گریه میکرد. هی زنجیر میزدم به یاد کتکایی که با گناهانم به مهدی زدم گریه میکرد. جلسه که تموم شد نهار رو اینا رو خوردیم، رئیس هیئت منو صدا زد، اومد من گفت رضا جان میای کربلا؟ گفتم کربلا من پول ندارم. گفت نوکرتم پولی هنه چی؟ خودم میبرم. میگفت حاج آقا هنوز ماه سفر تموم نشده بود، دیدم بین الحرمه اینه. رئیس هیئت اومد گفت که آقا رضا بریم تو حرم. گفتم برید من یه چند دقیقه کار دارم. تنها که شدم زدم تو صورتم گفتم حسین جان میخوای با دل من چی کار کنی؟ زهرا جان من یه شب تو عمرم به تو اعتماد کردم، کربلاییم کردی؟ بی بی جان آدمم کردی؟ اومدم شبکه رو گرفتم سریع امام حسین رو گریه کردم، داد می زدم حسین جان حسین جان دستم رو بگیر حسین جان پسر فاطمه دستم رو بگیر نگذار برگردم دوباره. میگم رئیس هیئت کاروان داره مکه مدینه برای اینها. میگم آج آقا به جان زهرا سال تموم نشده. گفت میادم خدمه بریم مدینه. گفتم مامان با همه کاراش با من، من یکی از خدمه ها مریض شده. خلاصه آقا چند روزه ویزا ما رو گرفت یه وقتیم. ای بابا سال تموم نشده تو قبرستان بقی پای برهنه دنبال قبر گم شده یه زهرا دارم. میگم گریه کردم زهرا جان بی بی جان با دل من میخوای چی کار کنی؟ من یه شب به تو اعتماد کردم، هم کربلاییم کردی هم مدینه ای. میگفت خلاصه کار برام پیش اومد و کار و خب گفتن عروس خانم چای بیارن و این عروس خانم وقتی سینی رو آورد گذاشت جلوی ما یه نگاه به من کرد یه وقت گفت یا زهرا آ سینی از دستش ول شد و گریه و از سالون نرفته خورد رو زمین. مادرش خانش مادر من خواهر ما رفتن زیر بغلش رو گرفتن و بردنش توی اتاق. من دلم مثل سیر و زرگه می جوشید. چه خبره؟ مادرم ها صدا زدم گفتم مادر چیه؟ گفت مادر میدونی عروس خانم چی میگه؟ گفتم چی میگه؟ گفت مادر میگه که دیشب خواب دیدم حضرت زهرا اومده به خواب من، عکس این پسر شما رو نشونم داده، گفته این تازگی ها با حسین من رفیق شد. به قادر من ردش نکن. مادر دیشب فاطمه سفارش رو کرده.